سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم اتفاقاتی به زودی توجه همه را به جایی به نام فلسطین جلب خواهد کرد این چیزی که تقریبا همه بهش رسیدن چرا به چه دلیلی شاید نمیدونم با قطعیت نمیشه گفت شاید بخشی از برداشت همه کسانی که تصور میکنن این حقیقت در پیش است به خاطر این باشه که سهیونیس ها این روس ها آشفته تر از همیشن بیشتر از همیشه دارن رجز میخوانن بیشتر از همیشه دارن تهدید میکنن بیشتر از همیشه دارن وعده ضربه زدن میدن و این یک پیام رو برای همه داره و اون پیام این هست که ظاهرا از چیزی اینها ترسیدن یک چیزی به شدت اینها رو آشفته کرده آن هم نه در امروز در آینده ای که تصور میکنن پیش رو باشد میخوایم بریم یک گزارش در همین خصوص بخونیم ببینیم که ماجرا از چه قرار هست و چه چیزهایی در این خصوص در رسانه ها منتشر شده گزارشی که من خدمت شما میخوام ارائه بدم مربوط به روزنامه رایالیام هست اومده به دو تا اتفاق یکی در غزه یکی در اردوگاه سهاینه پرداخته از روی متن میخوام بخشی از گزارش رو بخونم بریم جلوتر بعد نکات ویژه‌ای دارم که خدمت شما ارسان کرد وضعیت این روزهای شهروندان غزه کاملا شبیه روزهایی است که اهالی این منطقه از آخرین جنگهای رژیم اشغالگر به یاد دارند با در نظر گرفتن تشدید بی سابقه حملات و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری و حتی قدس همه شواهد حکایت از آن دارد که هر آن ممکن است جنگ کوچک آغاز شود من یه چیزی داخل پرانتز خدمت شما بگم این مسئله رو از یه زاویه دیگه هم میشه دید حس میکنم اینها سال آینده قرار یه حرکتی بزنن اون حرکت موجب برافروختن و خشمگی شدن جامعه مسلمان خواهد شد از جنس چه خواهد بود از جنس یک حرکت بیادبانه یا از جنس ترور من فکر میکنم از جنس حرکت بیادبانه میتواند باشد باید بریم جلوتر باید بریم جلوتر ببینیم که ماجرا به چه شکله ادامش رو با هم بخونیم گفته اظهارات اخیر مقامات رژیم صهیونیستی و تهدیدهای مکرر فرماندهان و وزرای کابینه افراطی این رژیم مبنی بر حمله به عمق مقاومت منظورش نیروهای مقاومت در غزه هستند باعث شده که مسئله جنگ پیشرو بیشتر مورد توجه قرار بگیرد در این میان روشن است که مقاومت در غزه دست بر روی دست نمیگذارد و این حالت آماده باش در غزه مخصوصا پس از هشدارهای مکرر کشورهای عربی و حتی اروپایی درباره حمله قافل گیر کننده رژیم سهیونسی ممکن است به حالت حداکثری در بیاید میگه در غزه هم کسانی دارن آماده میشن چون حس میکنن اتفاقاتی میخواد بیفته میخوان بتوانن یک مقابله حداکثری داشته باشن حالا من یه سوال دارم فقط تو غزه عده دارن آماده میشن یا جاهای دیگه هم عده دارن آماده میشن من فکر میکنم که رژیم باید منتظر یک غافلگیری عجیب و غریب باشد که بخشی از این قافلگیری هرگز در میدان نخواهد بود جبه هایی رو برای خودش تعریف کرده و به اونها خیره شده هرگز بخشی از غافلگیری پیش رو آنجا نخواهد بود بریم جلوتر میگه همه نگران لحظه انفجار در غزه هستن چون میدانن که دور بعدی حملات رژیم اشغالگر طولانیتر و ویرانگرتر خواهد بود اوضاع غزه رو داره روایت میکنه بعد میگه در کنار این به شدت نگران هستند تو غزه چرا که میدونن این اگر بخواد اقدامی بکنه جنایت درش هست ویرانگری درش هست خونبار هم هست دنیا هم هیچی دربارش نمیگه میگه در همین حال مقاومت در غزه در آمادگی کامل به سر میبرد اون ور داستان گفت این ور داره تعریف میکنه در همین حال مقاومت در غزه در آمادگی کامل به سر میبرد و خود را برای مقابله با هر گونه تجاوز غافلگیر کننده ای آماده کرده است این جمله بسیاری از فرماندهان گروه های مقاومت در غزه است که حکایت از آن دارد که اتفاقی پنهانی در حال رخ دادن است و روزهای آینده آن را برملا خواهند کرد یعنی داره میگه احتمالا در غزه هم باید منتظر یک چیزهایی باشیم که خیلی ها رو شگفت زده میکنه یه یعنی نکته رو باید یادآوری بکنم اینها در تمامی طول سالهای گذشته چیزی که تلاش کردن روی میز بگذارن به ویژه در فلسطین اشغالی ترور فرماندهان بوده آنچه که اینها رو در همچین شرایطی شگفت زده و کلافه کرده این هست که روی حس فرمانده ها تمرکز کردن ولی عوامل بعدی که میاین با انگیزه تر پرشورتر و برنده تر از فرمانده های قبلی هستن این اون چالش اصلی هست که رژیم براش راه کار چون شما مثلا گزینه ها رو میزنی که بازی متوقف بشه یا آنها بفهمن که آقا مثلا جیزه بازی نکن نه انگیزه طرف مقابل داره بیشتر میشه همه ناظران به اتفاق معتقدند که حمله آینده به غزه با حمله های قبلی به کلی متفاوت است مخصوصا که شرایط سیاسی و امنیتی در داخل رژیم اشغالگر تغییر کرده است نتانیاهو نخست وزیر این رژیم تلاش زیادی برای کنترل اوضاع میکند کند و هر گونه عملیات ترور فرماندهان برجسته مقاومت یا حمله نظامی برقاسا با اهداف بزرگ ام از کشتار یا ویرانگری یا حتی ربودن فرمانده های مقاومت غزه می تواند جایگاه او را در برابر فشارهای شدیدی که در داخل این رژیم بر او وارد می شود آن هم در سایه گسترش موچای اعتراضی تحکیم بکند یک چیزی داره اتفاق میفته اینا حس میکنن ممکنه از جنس ترور فرمانده های مقاومت یا ربودن آنها یا یک حمله برقاسا با اهداف بزرگ باشه من یه چیزی بگم حالا این همه مثلا توی کارشناسای سهیونیست رو توی اکانت‌های توییتریشون و این و اون ور حرفایی زدن بذارید ما هم یه چیزی بگیم من حس میکنم رژیم باید منتظر یک خافلگیری بزرگ ترسناک و عجیب و غریب باشه از چه جنسی از این جنس که امکان پنهانکاری هم در خصوصش نداشته باشه حالا نظر دیگه میریم جلوتر شاید اصلا نظرمون برگشت اومدیم گفتیم نگه اشتباهی بود چیزی که گفتیم اشتباه بریم ادامهش رو بخونیم در ادامه گزارش به اشاره کرده گفته آیا زمان جنگی میدانی فرا رسیده است چه کسی این بار بیشترین بها را خواهد پرداخت؟ چرا همیشه میانجیگری در همان ابتدای راه شکست میخورد؟ آیا رویدادهای غافل ای مثل تحقق وعده های مقاومت در راه است؟ آقا یک پازلی داره تکمیل میشه من در پاسخ به این سوالاتی که اینجا انتهای گزارش مطرح کرد خدمت شما عرض میکنم این پازل بخشش در غزه بوده به تکمیل شدن رسیده است بخشش در کرانه باختری بوده داستانهایی دارد که شما در جریانش هستید. بخشش در فلسطین اشغالی بوده است که نیاز به توضیح نداره بخشش در مرزهایی هست که رژیم در مقابل خودش میبیند وضعیت لبنان را در جریانش هستین اخیرا هم تنشی اتفاق افتاده و نیروهایی در مرز لبنان سریح بدون تعارف به سمت سهاینه تیراندازی هایی داشتن اگر اخبار رو دنبال کرده باشید احتمالا در جنش هستید بخش دیگری از ماجرا در قلب فلسطین اشغالی داره رخ رو میده یا بخش سهاینه یک بخش دیگریش سهیونس ها نیستن ارتش سایه ها هستن که به جان دشمنانه ملت ها افتادن این وضعیت ترسناکترین چیزی هست که یک پرمدعای گستاخ مثل رژیم صهیونیستی می تواند با آن روبرو باشد که الان روبرو شده. باید بریم جلوتر ببینیم که ادامه این ماجرا چگونه خواهد بود و چه چیزی توجه همه را به فلسطین اشغالی جلب خواهد کرد. من طولانیترش ترش نمی کنم. اگر شما نکته داشتین بحثی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام ارزشمند شما کامل بشه. چند تا پیام خاص داریم که دوست دارم انتهای این شبنامه برای شما بخونم یکی از پیام ها برمیگرده به رفقایی که در لشکر سایبری انصافا مردانه با همه توان دارن زحمت میکشن شبانه روز رو وقت گذاشتن و درگیر هستن البته اینم بگم یه بخشش تلاش هایی هست که ما داریم انجام میدیم شبانه روزی یک بخشش متفاوت تره. ما رفقایی داریم مثل این عزیز دلی که الان برای ما پیام فرستاده و برای شما میخونم گفته که من از استرالیا توییت میزنم ساعت ده شب ایران بود ولی اینجا ساعت دو نیم نصف شب دو عملیات هایشون داره شرکت میکنه اما به عشق رهبرم به عشق ایرانم به عشق حالا یه نکته درباره من گفته من عبور میکنم مخلصم رفیق ممنونم از کلمه که به بردی امیدوارم که سربار وطنمون نباشیم یه روز بتونیم واقعا سرباز ایران باشیم گفته به عشق اینها دارم توییت میزنم تو شرایطی که ساعت دو بامداده و زیاد هم بلد نبودم از این کارها بکنم ولی خیلی بهم به حالا حال خوبی داد این حرکت گروهی خیلی خوب بود فقط حیف که شهید نشدم کاش تفنگ به دست تو ها بودیم خیلی مخلصم دمت گر حسم خیلی خوب شد یه تشکر ویژه میکنم از رفقای خارج از کشور که ساعت هاشون با ما همخوانی نداره و تایم هاشون جابجا جا هست ولی توی این شرایط و توی این ساعت سعی کردن در کنار رفقای خودشون در لشکر سایبری در داخل کشور باشن که کارها جلو بره درباره اینکه گفتید کاش تفنگ به دست در جبه ها باشیم هم من فکر میکنم الان ویزه سنگری که برای همه ما تعریف شده و مهمترین خاکریزی که پیش روی هر کسی هست همین خاکریز فضای مجازی با این خاکریزه میشه ادراک رو تغییر داد کاری که دشمنان دارن تلاش میکنن روی نسل بعدی ما داشته باشن پس این سنگر رو باید با هم میتوان حفظش بکنیم دمت گرم خیلی ممنونم از که برای ما فرستادی یکی از دوستان گفته که همیشه خارج از کشور مبلغ قدرت زیبایی و فرهنگ خوبمون بودن و خواهم بود ما عزت داریم و آزادیم دمت گرد پرشمت بالاست ممنونم از رفقای خارج از کشور بابت این پیام های عرضش من رفیق دیگری گفته من تازه رستوران زدم خجالت میکشم دست خالی هست کمک بکنم ولی با هر کس وقت گیر بیارم تعریف از وطنم براش دارم و برنامه های شما رو برای دوستانم میفرستم بعد یه دعایی برای ما کرده که خیلی خوشحال شدم این دعا رو خوندم امیدوارم که این دعا محقق بشه آخرشم گفته که از آقای حمید از جاده جهروملار داره به ما پیام میده سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خیلی مخلصم ممنونم از پیام ارزشمندی که برای ما فرستادین رفیق دیگری گفته که درود به استاد عزیز آقای تحلیلگر آقا بنده استاد نیستم بنده مخلص همه شما هستم و خدمت شما دست پس میدم گفته سلام خدمت شما و تیم رسانه‌ایتون شخصی کنار من از افراد خود تحقیر حضور داشتن توی یک سال به مرور جذب تحلیل های شفاف و باصفاتون شده و الان یکی از همراهان جمهوری اسلامی شده از این بابت خدا رو شکر میکنم و ازتون تشکر ویژه دارم الهی که خداوند شما رو برای ما نگه داره مخلص شما هستم عرض ادب دارم خدمت شما و رفقای مشتی و عزیزی که مثل شما به ما پیام میدن حال ما رو خوب میکنن یه سلام گرم هم باید بفرستم و درود بفرستم بر همه رفقای مشی که با ما هم نبودن با ما همسو نبودن مثل ما مساد رو نمیدیدن به دلایل مختلف با ما همسو شدن افتخار دادن کنار ما قرار گرفتن و حالا دارن مطالب رو میبینن رفیق دیگری در پیامی برای ما نوشته که من یه آذری هستم از مراغه از همه تجزیه طلب ها متنفرم و از آنها براعت میجویم اصلا نمیتوانم هویت خودم رو تصور کنم در حالی که از اقوام خوب و دوست داشتنی مثل کرد، لور، بلوچ، سیستانی، عرب و و و همه اقوام ایرانی رو گفتن گفته که نمیتونم تصور بکنم که ما از اینها جدا افتاده باشیم و برای داشتن عشق این اقوام جان شیرینم را خواهم داد. خیلی مخلصم. عرض ادب خدمت شما همه ما نسبت به هم همین حس رو داریم و همین حال رو داریم دمتون گرم حال ما خیلی خوب شد با پیام ارزشمندی که برای من فرستادیم دوست دیگری گفته که جناب تحلیلگر ما به توصیه خوب شما عمل کردیم و در توییتر پیام به زبان انگلیسی برای روشنگری انگلیسی زبانان میگذاریم و جالبه که ده ها برابر پیام های فارسی زبان بازدید میخوره علی ایلیا مادرید اسپانیا خیلی مخلصم عرض ادب خدمت شما دمتون گرم کلی حرف جذاب برای اینا داریم بزنیم من ویدیو میدیدم چند روز پیش یکی از این کاربرها رفته بود تو خارج از کشور ضبط کرده بود بعد یه سری عکس گرفته بود دستش به طرف میگفتش که به نظرت این ایران سوئیس یا فلان جای بعد طرف می گفت قطعا مثلا ایران نمیتونه باشه هر چند تا عکس جلوی اینا گرفت اینا همشون میگفتن یه نقطه دیگه از دنیاه بعد طبیعت ایران بودا زمانی که مثلا میگفت ایرانه اینا به هم نگاه میکردن خندهشون میگرفت با حیرت با تعجب آقا ما هزار یک نکته برای روایت خودمون داریم حد اکثرش اون اتفاق خوبه اون اتفاق مشریه اینه که آقا به آمدن توریست به جذب توریست منجر میشه برای کشورمون میتونه کسب درآمد بکنه به ملتمون کمک میکنه حداقلش این هست که کمک میکنه درک که ای نسبت به ایران متفاوت بشود بفهمن که ایران با آن چیزی که گفته میشد کاملا متفاوته پس رو این مسئله باید به شکل ویژه کار کرد هر کس به شکل خودش با هنر خودش بعدی رو ببینیم دوست دیگری گفته که با سلام و سلامتی و موفقیت برای شما دوست میهن پرست در کلام آخر من خاک پای تو که وطن پرست هستی هستم عرض ادب خدمت شما خیلی مخلصم ان که سربلند باشین تاج سر ما هستین در ادامه ایشون گفته که کل فایل های شما رو میبینم گوش میدم و با آگاهی که جناب از وضعیت ایران و دیگر کشورهای منطقه و میانه و دور دارید همچنان به هستم و در کل جریانات جهان قرار میگیرم بسیار ممنونم ازت پاینده باشید و دلخوش هموطن کوچک شما در جنوب ایران عرض ادب خدمت شما خیلی مخلصم بزرگوار این سر بلند باشین دلتون شاد باشه ممنونم از پیام ارزشمندی که برای ما فلستانی. رفیق دیگری در پیامش گفته که آقای تحلیلگر چرا شما یک شبکه تلویزیونی ندارید در ایران شما بهترین دوست مردم و وطن نظام هستیم پس چی بهتر از شما خیلی مخلصم دمت دیگر من ادامه پیامتون رو نمیخونم حسم خوب شد پیام شما رو دیدم پیشنهاد از جاهای مختلف برای اینکه فعالیت رسانه‌ای داشته باشیم یا بخوایم با کسی همکاری داشته باشیم یا جلوی قاب دوربینی دیده بشیم کم نبوده بخشش رو با شما در میون گذاشتم خیلی هاش رو هم شما در جریان نیستید پیشنهادش هم به لحاظ مالی بعضیش خیلی مشهر بوده نه برای اینکه به عنوان مثلا یه کارشناس یه جایی بریم نه به جهت اینکه اصلا یه برنامه داشته باشیم من تا دو تا نکته هست نکته اول این که بنده تحمل و توان اینکه که برم چند دقیقه یه جایی یه حرف بزنم یه کات بخواد توش بخوره یه قیچی بخوره نصفش بره نصفش بمونه من تحمل همچین چیز ندارم اینجا راحتم پشت تریبون خودم دارم حرفمو میزنم تعارفم با کسی ندارم محدودیت هم هست داریم تحمل میکنیم بخشش تو ایران شما در جن هستین مثل حذف صدای ما از بعضی از سایت های ارائه دهنده خدمات در شبکه های اجتماعی یک بخش هم در خارجی که شما دارید میبینید ولی این هرچی باشه یه حسن خیلی خوب داره اونم اینه که سانسوری درش وجود نداره من همه ی حرفم رو بدون تعارف دارم میزنم نمیتونم تحمل این که یه جایی یه تایمی بگذره و کات بخوره و وسط ویدیوهامون حرفمون رو ندارم بنده به دوستانی که از این پیشنهادها داشتن هم عرض کردم اگر یه جایی یه شرایطی فراهم میشد یکی تضمین میداد که ما میتونیم حرفایی بزنیم وسطش کات نخوره آقا من میخوام در فلان وطن فروش حرف بزنم همه یه حرفا هم من میخوام بزنم اون چیزی که در ذهنم هستم بدون تعارف میخوام بگم مثل همین برنامه ها من درباره بعضی از چهرهای غربگره در ایران میخوام سریع حرف بزنم من درباره طول زاده های مسئولین میخوام سریع حرف بزنم آیا این امکان فراهم هست فکر نمی پس بهترین جایی که میتونیم حرفمون رو سریع قاطع و بدون تارف بزنیم همین نقطه هست کردن درش قرار گرفتیم باشد که شرایطی فراهم بشود آن شرایط ارزشش رو داشته باشه اونجا به یاری خدا بریم حرف خودمون رو بزنیم هرچند به نظر من هنوز با همچین چیزی خیلی خیلی فاصله داریم من نکته دیگه ای ندارم اگر شما نکته ای داشتین اگر بحثی بود اگر احساس کردین که چیزی مانده است حتما در قالب پیام برای ما بفرستید صرفا یه خواهش از دوستان خودم دارم ما در هفته تبلیغات هستیم خواهشم هم از همه رفقا اینه اگر از کار ما از فعالیت ما از مسیری که داریم پیش میریم از نوع اجرای ما از همه اینها اگر کسی از احساس رضایت داره حس میکنه توان داره که از ما حمایت داشته باشه ولو یک ریال از ما حمایت بکنید حس ما انگیزه ما حال ما با این حمایت ها بسیار بسیار خوب میشه و امیدمان برای ادامه ی مسیر هزار هزار برابر بیشتر می شود پس از این مسئله قافل نباشید نکته دیگه ای ندارم خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر